زن اگر آتش نمی شد خام می ماندیم ما، نارسیده باده در جام می ماندیم ما. گر به چشم ما نمی دوشید مادر شیر خیش، کور مادرزاد در ایام می ماندیم ما. مادران بر ما نمی دادن این عمر دراز، به تخلص به نشان به نام می ماندیم ما. زن اگر آتش نمی شد خام می ماندیم ما، نارسیده باده در جام می ماندیم ما. در حالی که زنان افغان امروز نمی توانند به مکتب بروند، اما شاید شما نیز به اصطلاح متعجب یا ایران شوید که چگونه در یک کشور 156 میلیونی که 91% آن را نیز مسلمان تشکیل می دهد، یک زن در کرسی یا در چوکی نخست وزیری نشسته و من حیث رئیس حزب حاکم صاحب تمام اختیارات این کشور باشد. بنده نظیر عظیم کریمی در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بانو شیخ حسینه دیدار داشتم. او در حالی که به قول معروف یک تاز در میان 10 دیپلمات و مردان پیشتاز آن کشور در صحن سازمان ملل متحد قدم میزد، من به فکر وطن عزیزم افتادم که چگونه ما نیز داد از اسلام و کشور اسلامی میزنیم، اما چه ظالمانه دروازه های کار و مکتب را برای زنان بسته ایم و می خواهیم زیر بیرق اسلام زنان را از جامعه عزف نماییم. وقتی آقای ضیاءالدین سفیر سابق کشور بنگلادش در واشنگتن من را برای بانو شیخ حسینه معرفی کرد و من گفتم که من از افغانستان هستم. سپس بانو شیخ حسینه صدر اعظم کشور بنگلادش نیز خواست این بار از طریق کمره به اصطلاح غریبانه بنده پیامش را برای زنان افغانستان برساند. وقت از شیخ حسینه پرسیدم با دیدن شما واقعا هم خوشحال شدم و هم به فکر زنان افغانستان افتادم که چرا زنهای کشور ما در زندانهای خانگی به سر میبرد. میشه احساس یا پیامتان را برای زنان افغانستان از طریق کمره هم بگویید؟ شیخ حسینه گفت بدون شک من همیشه در مورد زنان افغان فکر میکنم و امیدوار هستم که آنها همه حقوقشان را در عرصه‌های اقتصادی، تعلیم و تربیت، صحت و زمینه‌های کاری و سایر عرصه‌ها به دست بیاورند. Everything they should get. جواب خانم اسینه را تعقیب کرده و گفتم اما طالبان میگویند که زنان اجازه ندارند به مکتب بروند. آنها در مورد کدام نوع خاصی از شریعت الله یا شریع الله حرف میزنند که برای زنان اجازه مکتب رفتن را نمیدهد؟ اسلام هیچ وقت نمیگوید که زنان نمیتوانند درس بخوانند و یا وظیفه اجرا کنند. آنچه آنها میگوید باور و تعبیر اشتباهی خود آنها از اسلام است. اما آنچه من در مورد اسلام میدانم این است که اسلام زمینه آموزش را برای همه یکسان در نظر گرفته و به همه انسان ها حقوق و ارزش قائل است، به خصوص در مورد حقوق زنان. اسلام always give us all right, especially to the women. Thank you so much. We all proud of you. بسیار زیاد تشکر. ما بالای شما افتخار میکنیم و زنان افغان شما را خیلی دوست دارند. Thank you so much. بانو شیخ حسینه واجد بزرگترین فرزند شیخ مجیب الرحمن رهبر نهضت استقلال بنگلادش معروف به پدر ملت که جمهوری بنگلادش را بنیان گذاشت و با عنوان نخستین رئیس جمهور آن کشور قدرت را به دست گرفت می باشد. وی در 28 سپتامبر 1947 دیده به جهان گشود. از نوجوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شده و در رشته حقوق تحصیل کرد که در سال 1973 از دانشگاه داکا فارغ تحصیل گردید. در آگست 1975 که شیخ حسینه به همراه خواهرش ریحانه در آل بازدید از آلمان غربی بود، تمام اعضای خانوادهش در یک ترور بیرحمانه کشته شدند و به این ترتیب این دو خواهر با عنوان تنها نجات یافتگان از آن حادثه مجبور به سپری کردن تبعیدی 6 ساله در بریتانیا شدند. خانم شیخ حسینه در سال 1981 به بنگلادش بازگشت و رسما وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی شد. وی در خلال بیش از 3 دهه فعالیت سیاسی و انتخاباتی 3 دوره به مقام نخست وزیری که به اصطلاح اختیار عام و تام را در سیاست بنگلادش دارد رسید. تاریخ سیاسی بنگلادش مملو از اختشاشات اجتماعی و ترورهای سیاسی است و خانم حسینه نیز تا کنون 19 بار از عملات و سوی قصدهای مختلف جان سالم بدر برده که در اثر یکی از آنها بخشی از قدرت شنوایی خود را از دست داده است. واقعا در مورد این خانم فرهیخته شنیده بودم، ولی زمانی که از نزدیک توانایی این زن را دیدم یک بار دیگر با وجودش افتخار کردم. امیدوار هستم که یک روز زنان افغانستان نیز از حقوق حقیقیشان مانند شیخ حسینه برخوردار شوند.
زن است که تاریخ جهان می سازد. شهکار شگفت جاودان می سازد. با دانش خود رود به سوی افلاک، دنیای دیگر به کاروان می سازد. گر زن نبود، چهره دنیا صفا نداشت. شادی نبود، این همه شور و نوا نداشت. اگر زن نمی بود، عالم نمی بود. نشان ز اولاد آدم نمی بود. نظیر عظیم کریمی، انکی میدیا، مقر سازمان ملل متحد، شهر نیویورک.